میگفتن آقا چی ساعت عوض شد، ما بررسی کردیم مثلا چرته، همه جای دنیا بی خودی ساعت ها رو عوض میکنن، عقلشون نمیرسه و ما بی خودی چرا به اصطلاح ساعت های شرقی رو عوض کنیم، عوض کنم که مردم بفهمن دقیقاً تکلیفشون روشن باشه، چه مرضی ما این کارو بکنیم. اینم بحث حداقل باره، همونطور که میگید حداقل باره ما تو تابستون از همه بیشتره، یعنی کل مصرف ما چه حداقلش چه حد اکثرش تو تابستون افزایش پیدا کرده. باز یه کار دیگه ای که من نشوندم در ارتباط با اون موقعی بود که به اصطلاح ساعت‌ها رو می‌خواستن عوض نکنن، میگفتن آقا چی ساعت عوض شد، ما بررسی کردیم مثلا چرته، همه جای دنیا بی خودی ساعت‌ها رو عوض می‌کنن، عقلشون نمیرسه و ما بی خودی چرا به اصطلاح ساعت‌های شرقی رو عوض کنیم، عوض کنم که مردم بفهمن دقیقاً تکلیفشون روشن باشه، چه مرضی ما این کارو بکنیم. و فکرام می‌کردن که اگر ساعت‌ها رو عوض می‌کنن واسه اینکه انرژی کمتر مصرف بشه، در حالی که اصلا چیزی نیست، میزان مصرف انرژی تغییر نمی‌کنه، از یه جای به جای دیگه منتقل میشه. ساعت‌ها رو برای این عوض می‌کنن که اون مؤلفه‌هایی که بار داره، بار این بار تشکیل شده از یه مقدار مؤلفه، یه مقداری از این مؤلفه ها مؤلفه های روشنایی، یعنی هوا تاریک میشه شما ناچاری چراغ روشن کن، اونجا پیک ایجاد میشه. یه مؤلفه دیگه مؤلفه های مربوط به بارای اداریه، بارای اداری تابع اینه که شما ساعتو کی اعلام بکنی، کی بگی آقا مغازه ها تعطیل، کی بگی آقا دفاتر چیزا باز، بانک ها کی باز، از کنم دانشگاه چه ساعتی شروع بکنن و به همین دلیل. موقعی که در سال تغییر میکنه زمان روشنایی، بعضی جاها هستش که این دو تا پیکا میفته رو هم، برای اینکه این پیکا رو از هم جدا کنن ساعتو عوض میکنن. وقتی این دو تا پیکا بیفته درست روی یه ساعت، پیک خیلی بالاتر میشه دیگه. پس بنابراین تغییر ساعت برای کم کردن انرژی اصلا نیست، برای منتقل کردن انرژی از یه ساعتی به یه ساعت دیگه است. ما برای اینکه اینو نشون بدیم روی محلی، روی به اصطلاح شهری، یه چنین تستی رو انجام دادیم. من چرا خاموش کنم این تستو ببینید؟ چون خب دیگه بیش از این کمک نمیکنه. این اینجوری نیست که هرچی بیشتر ساعت ها عوض بکنن در حقیقت میزان پیک کمتر میشه، گرفتاری در بعضی شرایط ممکنه بیشتر بشه. حالا ببینید این مال یه به اصطلاح شهری قدرت مثلا پیک کلش بوده مثلا نزدیک 15 و نیم گیگاوات، 15000 مگاوات، درست؟ این منحنی زرد موقعی بوده که شما پیک ساعت رو عوض نکردید و این یکی منحنی موقعی بوده که شما ساعت رو عوض کردید. می‌بینید مساحت زیر منحنی، زیر این منحنی و اون منحنی خیلی با هم اختلاف داره، بعضیا این بالاست، ببینید این مساحت زیر منحنی، بعضی وقتا این آبیه بالاست، بعضی وقتا زرده بالاست، دقت می‌کنید؟ اما چیزی که مهمه اینه که پیک این مقدار میاد پایین، یعنی مثلا روی این سیستم 15 و مثلا فرض کنیم 15 و نیم، یه چیزی حدود مثلا فرض کنیم که 2.3 دهم در حقیقت میاد پایین. اگر مثلا فرض کنیم درسته که اون میگید 16 اینو میگید 15 گیگاوات، اینجا مثلا میشه 15 و نیم، یه چیزی حدود مثلا 3 دهم گیگاوات، یعنی در حقیقت 300 مگاوات شما پیکتون میاد پایین. اگه قدرت نصب شده تون ثابت باشه، خب واضحه که ریلایبیلیتی سیستم شما میره بالا، یعنی قابلیت اعتماد سیستم شما افزایش پیدا میکنه. یا اگر بخواید قابلیت اعتماد سیستم رو ثابت بگیرید برای یه سیستمی که اینقدر پیک داره، همون کم تو که می‌بینید این پیک رفت میره بالا، وقتی این پیک بره بالا اکسپکت انرژی ناسف زیاد میشه، ال او ال پی هم زیاد میشه، درست؟ پس بنابراین یا باید سرمایه‌گذاری بیشتری بکنید برای اینکه همون ال او ال پی رو داشته باشید، یا اگر ثابت باشه خب میزان قابلیت اعتماد سیستم تو میره بالا، یعنی شانس این که شما برق نداشته باشید افزایش پیدا می‌کنه. بحث میزان انرژی نیست، اینکه سیو بکنید یا به اصطلاح صرفه‌جویی بکنید در مصرف انرژی نیست، انرژی شما از یه جای به جای دیگه می‌برید و این در حقیقت موجب بالا بردن قابلیت اعتماد سیستم شما میشه، ریسک سیستم شما رو کم میکنه. این همون منحنی لود دیوریشن کرو که من براتون گفتم. جان من گفتم این نشون دادیم با این که تغییر ساعت مال به اصطلاح انرژی سیوینگ نیست، برای به اصطلاح این برای اینکه پیکو میاره پایین ریسک سیستم رو کم میکنه، یعنی امکان قطعی بار رو به اصطلاح این امکان رو کم میکنه، یعنی سیستم شما رو قابلیت اعتمادش رو میبره بالا، وگرنه بحث کم و زیاد مصرف انرژی اصلا مطرح نیست. جان از یه قسمتشون فرض استفاده میشه چون خیلی تفاوت میکنه. بله بله. ببینید واضحه که نیروگاه‌های ما، حالا البته بعدا ما برای شما خواهیم گفت که ما این که چه نیروگاهی رو بخوابونیم، کی بخوابونیم، اینا یه برنامه‌ای خیلی دقیق اقتصادی داره که ما به اینا میگیم یونیت کامیتمنت، برنامه یونیت کامیتمنت داریم، اصولا درسی داریم برنامه‌ریزی سیستم قدرت بهره برداری هستیم که دقیقاً اونا رو اون تو شهر میدیم. بله تو زمستون به نفعمون هست که بعضی از واحدهامون رو بخوابونیم یا بعضی از واحدهامون رو ببریم تو تعمیرات، اون موقع برنامه‌ریزی تعمیرات رو اون موقع بذاریم که حد اکثر استفاده رو از نیروگاه‌ها کرده باشیم، یعنی شانس خرابی سیستم یا عدم ریسک سیستم رو کم بکنیم. به هر حال بله این مسئله خیلی جدی و اساسی است که ما باید بشینیم براش برنامه‌ریزی بکنیم و از روش‌های بهینه‌سازی استفاده می‌کنیم برای اینکه ببینیم بهترین راه حلمون چی. این کارو همون مرکز دیسپچینگ انجام میده، یه مرکزی است که به اصطلاح دقیقاً سیستم رو کنترل می‌کنه، یه مرکزی که دقیقاً کل سیستم رو لحظه به لحظه جلو خودش مانیتور داره، روی کامپیوترهاش هم داره، هر جا رو بخواد فوری می‌تونه بیاره نگاه بکنه. در کنارش یه قسمتی داره که به اصطلاح مطالعات سیستم انجام میدن، اونا هستن که اینا رو پیش‌بینی می‌کنن، بهش میگن آقا فردا بار این شکلیه، به چه نیروگاه‌ها خبر میدن از خونم که، و بعد برنامه‌ریزی واحدها رو میگن، آقا میگن این نیروگاه فلان ساعت بعد داره تو تعمیر، اون نیروگاه فلان ساعت بعد داره تو تعمیر، و بهینه می‌کنن در حقیقت مسائل اقتصادی. بله.
ما پیکمون رو داریم شبکه رفت مثلا پوینت مثلا اگه هوا سرد شد یه سری از گرم مثلا گرم میشه سن درست حالا گیر ما این است گیر ما این است که اغلب نیروگاه‌های ما هم حالا ما گاز کار می‌کنیم دقت می‌کنید یعنی اگر ما موقعی که فصل سرما میشه مثلا همین چند هفته پیش که این اتفاق افتاد ما در حقیقت مصرف گاز خانگی به شدت بالا رفت دقت یعنی مصرف گاز به شدت بالا رفت خب نیروگاه‌های ما هم در حقیقت عمدتاً با گاز چیز می‌کنه البته امکان شیفت کردن به سوخت مایع هم داره منتها راستش ذخیره سوخت مایعشون خیلی کم بود و این نگرانی بود که اگه یه ماه این داستان ادامه پیدا می‌کرد یا مثلا چند هفته دیگه این قضیه ادامه پیدا می‌کرد ما واقعا با مسئله روبرو می‌شدیم به دلیل کمبود گاز دقت به عبارت دیگه باید بحث یونیت کامیتمنت نیروگاه‌ها رو با مسئله سوخت هم به اصطلاح هماهنگش کرد چون ببینیم که آیا ذخیره سوخت اندازه کافی نیروگاه‌ها دارن مصرف یعنی بحث یونیت کامیتمنت تولید باید با بحث مصرف سوخت و حرارت و چوپانان اینها هم هماهنگ بشه ما عملاً یه به دلیل همین اتفاقی که این چیز افتاد چند هفته پیش افتاد یه پروژه‌ای تعریف کردیم که این هماهنگی رو بین به اصطلاح توزیع گاز و به اصطلاح سوخت مایع و کامیت کردن به اصطلاح زیر بار بردن نیروگاه‌ها انجام بدن البته کاری که کردن اینا به نظرم گاز ماشینا رو قطع کردن اینو چیزای گازی رو قطع کردن یه مقداری این کمک کرد نگران این بودن که ممکنه برق رو هم مجبورشن قطع کنن خوشبختانه هوا بهتر شد مصرف گاز اومد اینکه اصرار می‌کردن گاز کمتر مصرف کنید خیلی چی نکنید برای اینکه مصرف گاز توی به اصطلاح شهرستانای چیز رفته بود بالا اونجایی که برق خیلی شدید بود و چاره‌ای هم نبود چون ما وگرنه نمیدونم سال گذشته بود یا سال قبلش که یه فاجعه عجیبی واقعا اتفاق افتاد به دلیل نرسیدن سوخت گاز به این جایی که به اصطلاح سرما خیلی شدید به هر حال بله این مسئله است که باید اصلا هدف ما از این قسمت از درس اینه که شما ببینید مسئله چی همونطور که ببینید مسئله خیلی جدیه هیچ شوخی هم نداره با جون آدما به شدت سر و کار داریم با فاجعه یه مملکت سر و کار داریم حالا یه شهر سر و کار داریم با مسائل اقتصادی جدی سر و کار داریم دقت می‌کنید حالا ما مثلا قراردادی با چیزام داریم با کجاست شمالمون این طرف ارمنستان که اونا در حقیقت از ما زمستون برق می‌خرن تابستون به ما برق میدن حالا میتونستیم در حقیقت چی بکنیم که حالا این زمستون ما بهشون برق ندیم چون ما قرار بود که بهشون برق بدیم اصولا زمستون ما بعد بهشون برق بدیم فرض کنم تابستون اونا به ما برق بدن به هر حال راه‌های مختلفی هستش که در این مورد باید بهش فکر کنیم.